نیلوفر از بروکسل با ماست. نیلوفر، از نتایج این نشست که ساعتی پیش به پایان رسید بگو. بله، یکی از موضوعات در واقع بحث اعلام پایبندی و تعهد آمریکا به ناتو بود که آقای تیلرسون اعلام کرد در اینجا که آمریکا به پیمانهایی که از همپیمانانش در زمینه‌های دفاعی حمایت میکنه پایبند خواهد بود و اونها رو حفظ خواهد کرد. اشاره کرد به اینکه هر تهدیدی علیه هر کدوم از این کشورها تهدیدی علیه هم است، ولی این رو هم در واقع خاطر نشون کرد که آمریکا در مورد افزایش بودجه نظامی کشورهای ناتو جدیه. آقای تیلرسون همینطور گفتش که ناتو برای مقابله با تحرکات و تهاجم‌های گاه خشونت‌آمیز روسیه حیاتی. روسیه یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس بود که نشستی جداگانه هم بر سر نارامی‌های اوکراین و روابط با روسیه در حاشیه این نشست برگزار شد. اعضای ناتو متفق القول گفتند که الحاق کریمه به روسیه رو نمیپذیرند و غیر قانونی میدونن و نخواهند پذیرفت. همینطور از پیشرفت کم در اجرای توافق مینسک برای برگردوندن آرامش و صلح به شرق اوکراین ابراز نگرانی کردند. یکی از نگرانی‌های کشورهای اروپایی در واقع روابط و رویکرد دولت جدید آمریکا به روسیه بود که آقای تیلرسون در جلسه ویژه اوکراین و روسیه گفت که ادامه دشمنی و اشغال اوکراین از دید ما اروپا را به خطر میندازه. گفت حمایت آمریکا و ناتو از اوکراین استوار و قویه. همینطور اطمینان داد که تا زمان اجرای کامل توافق مینسک و زمانی که روسیه به تعهداتش عمل بکنه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه باقی خواهد ماند.